واتون گایز، خوش اومدیم یه ویدیو خفن دیگه. من و نسپارم و توی این ویدیو قراره که یه ریاکت خیلی خفن بریم به موزیک خدا و یارت از استاد احمد ظاهر. امیدوارم که لذت ببرید. فقط یادتون نره قبل چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو توی بخش کامنت ها واسه من حتما حتما بنویسید. خیلی دوستتون دارم. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو خفن. استاد احمد ظاهر. سخی مددگاره خدا مود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت. من داخل مالا گوگل رفتم سرچ کردم در مورد این موزیک، متنش آوردم و چیز سختی نداره، اینکه نخوام بفهمم، فقط معنی کلماته، اونم دیگه معنی در ریشه دری داره و من نمیدونم، بعضیاشو متوجه نمیشم. اما بخوایم در مورد کلی موضوع صحبت کنیم، متوجه موضوع و کلماتش خواهم شد. یاره قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مدد. به به، واو، خیلی خفنه. همونطوری که داریم میشنوین، از سازهایی مثل شیپور توش استفاده شده و سنج چی بهش میگن داخل آشورای نوزرن، اگه اشتباه نکنم از اون سازها هم داره استفاده میشه و به نظرم خیلی خفن بوده. من تا حالا نشنیدم موزیکی که ازش حالا از شیپور داخلش استفاده بشه، اما موزیک قبلی که بهش ریاکت رفتم داخلش از این سازها استفاده شده بود، از سازهای کلاسیک به بیشتر، و اینش خیلی برام جالب بود چون تا حالا ندیده بودم که مثلا کسی همچین کاری انجام بده، ولی این موزیک خیلی قدیمیه. یو، خیلی خفنه. همونطور هم که میبینید از سازهای فری استفاده میشه که واقعا به موزیک یک انرژی خاصی میده، و همونطور که گفتم این موسیقی خیلی قدیمیه و به نظرم یکی از بهترینا بوده و هست، با اینکه فوت شدن اما صداشون خیلی خیلی ماندگاره. سخی مددگاره. برو، ایوال ایوال. اصلا صدا رو بشنوید، صدا به این زیبایی، اونم به این قدمت قدیمی، صدا من به این زیبایی نشنیدم. این آهنگا مال قبل از 1970، یعنی واقعا مال 40-50 سال پیش، و واقعا من صدا به این زیبایی نشنیدم تا حالا، صدا به این خفنی من ندیدم، تون صدا، اصلا ریتم موزیک، اصلا اون انرژی خاصی که موزیک داره من میده واقعا توی مغزم گنجیده نمیشه که بخوام این حجم از خفن بودن رو ببینم. واقعا این هم بخشی از قسمت اون حالا متن یا تکستش هست که میگه الا یار جان خطر داره جدایی. حالا بریم ورس بعدیش. نهاله بسمر داره جدایی، نهاله بی ثمر داره جدایی، خیلی خفنه. و همونطور که گفتم اشعاری که استفاده میشه واقعا روی مغز من تأثیر میذاره، شما رو نمیدونم، اما من رو مجذوب خودش کرده استاد احمدظاهر و خیلی خفنه. به نظرم میشه گفت یکی از بهترین حالا اون خواننده افغانستان هست و بوده، و کارش اصلا همتا نداره توی همرده های خودش، و به نظرم خیلی خفن بوده. حالا نظر شما هم خیلی مهمه توی
بخش کامنت ها واسم حتما بنویسید. ببینید اصلا این قسمتش قافیه با هم نداشت، این حالا مصرع رو، مصرع بعدی قافیهش رو کامل میکنه و این یکی از خفن بودناشه که اون موقع همچین کاری انجام داده و به نظرم میشه گفت یکی از خفن ترین کارهایی بوده. و یه چیز جالب من بگم، یکی اینه موزیک ویدیویی که داره، الان موزیک ویدیو نمیشه گفت، موزیکی که خودش داخلش بوده به صورت زنده خونده، و یکی هم لیلی لیلی جان بوده که من به هر دوتاش ریاکت رفتم، یکی همینه یکی هم لیلی لیلی جان که ریاکتم رو بهش رفتم، اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم تماشا کنید. که مرگ بی خبر داره جدایی، داره کنایه از این میزنه که اگر دوتا عاشق از هم جدا بشن در حالا دنیای واقعی نمیمیرن، اما از درون مرده و پژمرده میشن، یعنی از بین میرن از داخل، نه از حالا بیرون توی دنیای واقعی. و بیشتر اشعارش عاشقانه و یه ریتم خیلی خاص و در این حال غمگین داره. خیلی برام جالب بود این چیز و واقعا باید مردم افغانستان افتخار کنن یکی یک همچین اسطوره‌ای مال کشور افغانستان. توجه کردیم چجوری ریتم عوض کرد؟ بیا که من و تو یک جا بشینیم، یک ریتم خیلی زیبا در این حال استوار داشت که قشنگ گوش رو نوازش میکنه و این برام جالب. دارید میشنوید اصیل و صدای خود استاد احمد ظاهر بوده و اصلا دستکاری نشده، چون اون موقع ها اصلا دستگاه ریمیکس رو نمیره، از این دستگاهی که حالا موسیقی رو باش مونتاژ کنه، اصلا همچین چیزهایی وجود نداشته و صدای اصلی خواننده حتی اگرم نویز مینداخت که اصلا هیچ کارش نمیشد، یا باید از اول میخوندن یا همون موسیقی رو باید استفاده میکردن و به نظرم یکی از خوش صدا ترین. یک کمی هم بچه اگر دقت کنید یک نمه به موسیقی های قدیمی ایرانی هم شباهت داره و من میدونم که واقعا حالا موسیقی افغانستان یک استایل جدا داره، اما واقعا بعضی هم موسیقی ها با موسیقی ایرانی تلفیق شده و خیلی خفن شده به نظرم، واقعا خیلی به نظرم خفن شده و یک رنگ و لعاب خاصی داده به حالا اون موسیقی و اون خواننده. خیلی
علا یار تو شد خونازنینی، معنی این قسمت رو متوجه نمیشم، مفهومش در اصل باید بگم مفهوم این قسمت رو متوجه نمیشم، نمیدونم منظورش. حالا بریم بعدی ها رو گوش بنیم، شاید متوجه شدیم. همین رو گفتم. چرا تو از من دوری میگزینی؟ یعنی چرا از من دور میشی؟ چرا خودت رو من نزدیک نمیکنی؟ داره خودت رو دور میکنی از من. دوری میگزینی؟ خیلی خفنه. یو به غیر ثبت این خاکم نبینی، اگر درست گفته باشم. واقعا 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 استاد بوده، واقعا استاد بوده و یکی از خفناست. من همیشه میگم همیشه، چون از اولین باری که موسیقیش رو گوش دادم خیلی برام جالب بود که تالا ریاکت نرفته بودیم بهش، اما امیدوارم که لذت ببرید، چون از این صدا تنها یکی بوده و صدا از بین رفت اما یادش همیشه جاودانه. یاره مدام نگه داره سخی مددگاره، سخی مددگاره یاره. و موسیقیاش واقعا از ته دل میاد، میبینید خیلی خفنه، از ته دل موسیقیاشو میخونه و واقعا یه انرژی خفنی داره، اینش خوبه. خیلی خفنه، خیلی خفنه. روحت شاد، واقعا روحت شاد تو هر موزیک ویدیو میگم. خب گایز، این بود از این ویدیو خفن، امیدوارم که لذت کافی رو برده بوده باشین. مرسی از اینکه تا انتا ویدیو رو تماشا کردید، خیلی 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 دوستتون دارم، میدونید اینو. دمتون خیلی گرمه، تا ویدیوهای بعدی پر انرژی خفن بمونید.